تعریف همجنسگرایی و همجنسگرایان. باید بهتون بگم که من دوست دارم این تعریف رو از زبان یک همجنسگرا بشنویم. همجنسگرایی که در ایران زندگی میکنه، رامین، که از طریق اسکایپ با ما گفتگوی مستقیمی داشته است. به صحبت‌های رامین گوش میکنیم. رامین جوانی هست همجنسگرا که خانواده اون پذیرفتن که رامین همجنسگرا هست و تأثیر این پذیرش رو در صحبت‌های رامین میخواییم پیدا کنیم و میپرسیم ازش و جویا میشیم و با همدیگه به صحبت‌های رامین گوش میکنیم. 7% آمار، آخرین آماری که از ایران گرفته شد، 7% هموسکسوال بیشتر توی ایران وجود نداره. آمار تقریبی بود که گرفته شده بود، ولی خب به دلیل بافت مذهبی کشور ما وقتی که پسر یا دختر به سن بلوغ میرسه نیاز به یک رابطه جنسی داره قاعدتاً. به خاطر اون بافت مذهبی خانواده ها و اون فرهنگ خانواده ها، اون شخص، اون پسر یا دختر نمیتونه با غیر همجنس خودش رابطه داشته باشه. به این دلیل برای اولین بار با همجنس خودش رابطه برقرار میکنه. در بیشتر مواقع خب اون شخصی که این رابطه رو برقرار میکنه، اون پسر یا اون دختری که با همجنس خودش رابطه رو برقرار میکنه، احتمال اون لذت اون رابطه براش جالب باشه و بخواد ادامه بده. به این شخص هموسکسوال نمیگن. این شخص به هیچ عنوان هموسکسوال نیست. هموسکسوال کسیه که از بچگی به قول معروف خودش نشون میده، نه اینکه با یک رابطه برقرار کردن به سمت همجنس خودش بره. سه سال پیش خانواده من فهمیدن که من همجنسگرا هستم. براشون راحت نبود، نمیتونم بگم خیلی راحت بود، اوایل براشون سخت بود و میترسیدن، از آینده من میترسیدن، ولی کم کم به ندرت چند دکتر بردمشون، چه روانشناسای معتبر بردمشون، با پدر و مادرم صحبت کردم و خانواده من تونستم قبول کنم که من یک همجنسگرا هستم و خدا رو شکر الان هیچ مشکلی با خانواده‌ام ندارم در حال حاضر. خیلی خوب شد که خانواده‌ام فهمیدن من هموسکسوال هستم، چون تا قبل از اون من سعی میکردم پنهان کنم و این پنهان کاری من باعث آزار روحی من میشد، ولی خب به مرور زمان وقتی که فهمیدم با همدیگه تونستیم تمام مشکلات رو کنار بذاریم. البته یه مدت به خاطر اینکه بتونیم با همدیگه کنار بیاییم من ازشون دور شدم، مدت یک سال، ولی خب بعد از یک سال که اومدم خانواده من به طور کامل منو پذیرفتن. قبل از اونم با هم در تماس بودیم و هیچ مشکلی ما نداشتیم. خب الان خیلی راحت شدم، چون اگر خانواده من نمی‌دونستن که من یک هموسکسوال هستم، در آینده مجبور بود که ازدواج کنم با یک غیر همجنس خودم. خب این باعث آزار و اذیت من میشه، ولی خب الان خیلی راحت میتونم اعلام کنم که من یک هموسکسوال هستم و دوست دارم در آینده با یک همجنس خودم. بله، صحبت‌های رامین رو شنیدید. میدونم که بسیاری از شما عزیزان نشستید پای این برنامه تا از دیدگاه‌های مختلف نسبت به این وضعیت آشنا بشید و نگاهی داشته باشید و در آخر هم این شما هستید که به هر جهت در ارتباط با این مسئله میتونید به یک نتیجه گیری برسید، فرد فرد شما، به تنهایی تک تک شما. ولی شاید بد نباشه مسئله همجنسگرایی رو و تعریف همجنسگرایی رو از زبان یک روانشناس ما بشنوید، یک پزشک روانشناس، خانم دکتر مریم محبی، روانشناس و سکس تراپیست، در ارتباط با مسئله همجنسگرایی صحبت کردند که از شما دعوت میکنم به صحبت‌های دکتر محبی هم گوش فرا بدید. معمولا تست خاصی یا محل خاصی نیست که ارجاع بکنیم و بفهمیم که ما گی هستیم یا لزبیان. معمولا خود فرده که با اون تجاربی که از دوران کودکی، از قبل از بلوغ و در هنگام بلوغ پیدا میکنه، احساس میکنه که گرایشات جنسی ممکنه به جنس موافق خودش داشته باشه. ولی مسئله خیلی مهمه، به خاطر که بعضی موقع ها ما باید اون اکت کردن های جنسی رو، یعنی اون گرایشات و رفتارهای هر ازگاهی که فرد به همجنس خودش داره، حالا بنابر دلایل توی مدرسه است یا توی ارتباطات در اماکنی مثل زندان ها، در خوابگاه ها، در به اصطلاح کسایی که کارهای دریانوردی میکنن، بنابر شرایطی فرد هر از گاهی ممکنه تجربه جنسی رو با همجنس خودش داشته باشه. اما
بین این اکت کردن و بین اون سکشوال آیدنتیتی یعنی اون هویت جنسی که فرد خودش رو واقعا هم جنسگرا بدونه فرق داره. یعنی طبق مطالعات مرکز تحقیقات کینزی که معتبرترین مرکز برای هر گزارش علمی هست، عده خیلی خیلی زیادی داریم. چیز بیشتر از 70% افراد قبل در هنگام بلوغ و بعد از بلوغ تجارب جنسی با هم جنس خودشون داشتن. این رقم خیلی خیلی زیادیه. و همینطور افراد خیلی زیادی رو داریم که بنابر دلالی همونطور که خدمتون گفتم تجارب جنسی با همجنس خودشون داشتن، اما هویت جنسی خودشون رو الان یک فرد همجنسگرا نمیدونن. فرد که هویت جنسی همجنسگرا داره، اون رابطه عاطفی و قلبی و رابطه جنسی رو فقط میخواد با همجنس خودش داشته باشه، که این فقط 6% جامعه رو تشکیل میده. یعنی ما چیز بیشتر از 56% 54% جامعه رو داریم که اگر بگیم فقط به جنس مخالف دارن فکر میکنن، 6% داریم که واقعا هموسکشوال آیدنتیتی رو دارن، هویت جنسشون واقعا همجنس گرایی هست، و این ما بین چیز حدود 44% اینطورا این وسط هستن که هر از گاهی تجربه همجنس گرایانه رو داشتن. اما نمیتونیم اینها رو واقعا و مطلق به شکل اصل فکر بکنیم که اینا همجنس گرا هستن. و افرادی که به ما مراجعه میکنن هر از گاهی میپرسن که ما نمیدونیم، شما به ما بگید که من هم تجربه داشتم، رابطه خوبی هم بوده بنابر دلایلی، ولی الان از خیال پردازی های جنسی که با جنس موافقم دارم ناراحتم، که اصلا من چرا این فکر رو میکنم، خواب های جنسی که میبینم، و شما به من بگید که آیا شاید من همجنس گرا هستم. و این خیلی مهمه که ما جایگاه فرد رو توی این ارزش گذاری معلوم بکنیم، چون همونطور که خدمتتون گفتم تنها 6% از افراد هستن که به شکل مطلق هموسکشوال آیدنتیتی دارن. بله، البته باید اینجا به این نکته اشاره بکنم که ما در مورد مسائل مختلفی از دیدگاه‌های مختلفی با دکتر ماهدی صحبت کردیم که قسمت‌های دیگری از این گفتگو آماده پخش هست. تگ برنامه اون رو حتما تقدیم حضورتون خواهیم کرد. گفتگوهای ضبط شده دیگری هم داریم و مهمان‌هایی داریم که به طور مستقیم در برنامه حضور خواهند داشت، هم در استودیو با من خواهند بود، هم به طور از استودیوهای دیگری از تورنتو و پنسیلوانیا داخل امریکا با من خواهند بود. شما مصاحبه رامین رو شنیدید و متوجه شدید که رامین در صحبتاش اشاره کرد به اینکه خانواده اون میدونن که اون چه وضعیتی دارید و تأثیر این فهمیدن رو، این آگاهی رو نسبت به وضعیت گرایش جنسی رامین شنیدید که رامین توضیح داد. اما کس دیگری رو ما الان مصاحبهش رو آماده پخش داریم که مریم دیبا نام داره. مریم دیبا جوان همجنسگرایی هست که زندگی بسیار سختی رو داشته است و بعد از تحمل سختی های بیشتر در ترکیه به امریکا پناهنده شده است. مریم از اون دسته از همجنسگرایانی هستش که هنوز هم خانواده‌اش در ارتباط با گرایش جنسی اون اطلاعاتی ندارن. صحبت های مریم رو با هم دیگه اینجا میبینیم و میشنویم. اولین بار چه زمانی متوجه شدید که همجنسگرا هستید؟ به طور کامل اگر بخوام که بگم، اسم لزبیان رو خودم گذاشتم توی سن 30 سالگی، ولی از بچگی من متوجه تفاوتام با خواهرام و دخترای فامیل و همسایه که هم سن سالم بودن شده بودن و آزارم میداد. توی 15-16 سالگی این بیشتر و بیشتر شد و فشارهای روحی برای من بیشتر شد. وقتی که اطلاعات کسب کردم از طریق سایت همجنس من سریع، یعنی چون که 30 سال من با این شرایط می جنگیدم، وقتی فهمیدم که تنها من نیستم، من 30 سال فکر کردم تنها کسی که به زن حس داره منم، تنها کسی که میتون از مرد هیچ لذتی نمیبره و هیچ حسی نسبت به مرد نداره ولی به زن گرایش داره فقط منم، و اکثر بچه های ما این مشکل رو داشتن. ولی وقتی که مقاله ها رو خوندم، سایت همجنس من اطلاعات خیلی خوبی از زبان فارسی توی سایتش منتشر کرد، اونها رو من مرور کردم و با بچه‌ها از طریق چت‌روم این سایت آشنا شدم، فهمیدم که خب خیلی های دیگه هستن مثل من، هم درد منم و راحت میتونم از دردم براشون بگم و میتونن بفهمنم.